با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهای زن، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده دیدن برنامه امشب هم هستید. میون همتی هستم و بر طبق روال هر هفته برنامه را از طریق کانال یک تقدیم حضورتون میکنم. عزیزانی که با ما تماس میگیرید بسیار سپاسگزار هستیم. پیغام هایی که میذارید روی پیامگیر حتما پاسخ خواهیم داد. مطالبی که ارسال میکنید، اخبار اون چه که ما بتونیم استفاده کنیم، حتما در غیر این صورت برای رسانه‌های دیگه ارسال خواهیم کرد. اگر به مستقیما می‌خواید برنامه رو ببینید، میتونید تشریف ببرید برای سایت وبسایت خود کانال یک برنامه رو نظاره‌گر باشید. در برنامه امشب در غرب جنایات قرون وسطا و نقش حکومت کلیسا در شکنجه سیستماتیک مخالفین و به خصوص توافسازی و اعدام و سوزاندن معترضین در کتب، نمایشنامه و فیلمنامه‌های بسیاری بازگو شده تا نوری بر این تاریک خانه تاریخ افکنده بشه و از تکرار اون جلوگیری شه. متاسفانه جامعه ایران و دیگر کشورهای اسلام زده گرفتار قوانین اوامر و عوامل ضد بشری قرون وسطایی شدن، تجربه‌ای که هنوز همه جانبه به رشته تحریر در نیامده و ناگفته های بسیاری در راهه. در برنامه امشب پای صحبت میهمان عزیزمون نسرین پرواز، نویسنده فعال سیاسی آزادی خواه و برابری طلب و زندان سیاسی سابق، می‌نشینیم تا درک روشن‌تری از آنچه در زندان‌های یکی از کثیف‌ترین حکومت‌های ضد بشری تاریخ می‌گذرد به دست آوریم. میهمان عزیزمون نسرین پرواز، با درود و سلام خوش آمدی به برنامه رهای زن. مرسی از دعوتتون. مسئله زندانیان سیاسی علاوه بر مصائبی که رژیم بر سر زندانیان، شکنجه شدگان، اعدام شدگان و خانواده هاشون آورده، در این حال گاه چندان به اصطلاح حواشی اون پیچیده میشه که شخص سوم و کسانی که مستقیم اون تجربه رو نداشتن یا در آن زمان نبودن رو در تشخیص رویدادها دچار اغتشاش فکری میکنه. یکی از این حواشی رابطه زندانیان مقاومی است که از اعدامها جان سالم به در بردن و کسانی که مقاومتشون در هم شکست و به اصطلاح تواب شدن یا میشه گفت کسی دیگه ای شدن و به همکاری با ماموران زندان در سطوح مختلف پرداختن. برخی باعث دستگیری های بیشتر شدن و نزدیکترین رفقاشون رو به رژیم معرفی کردن و برخی در زندان مسئولیت هایی گرفتن، مثلا زندانبان شدن، مسئول بند شدن و غیره. سوال اینجاست، شما به عنوان یکی از زندانیان مقاوم که از حرمت انسانی بخشی که شکستند پیشتر دفاع کردید، امروز که بحث حول کتاب جدیدی که از این دست هست به نام تابوت زندگان منتشر شده جزء منتقدین هستید، چرا در سطح فاکت مخالفت شما با فاکت های کتاب چی هستش؟ در سطح تجزیه و تحلیل طبعا تفاوت هست. برخی با نگاه امروزشان تحلیل می کنند و برخی دیگر با نگاه دیروزشان. بفرمایید. بله، من پیشتر یعنی 13 سال پیش وقتی کتاب مارینا نعمت چاپ شد، دو مقاله به نام های مبارزه با قربانی، پوز قهرمانی و من از توابین دفاع می کنم را در دفاع از حق نگارش او نوشتم. در این دو مقاله که در وبسایت هم هستن، نگاهی تحلیلی به شرایط انقلاب و دستگیری‌های دهه 60 داشتم. کیس مارینا نعمت کاملا متفاوت از نویسنده تابوت زندگان است. مارینا 16 سالش بود که دستگیر شد و بازجوش رو مجبور کرد که با او ازدواج کنه، وگرنه خانواده‌اش رو دستگیر می‌کنه. مسئله اینه که مارینا بجز به خودش به کسی دیگه لطمه ای نزد، برای اینکه جلوی دستگیری خانوادهش رو بگیره با بازجوش ازدواج کرد. خودش در کتابش میگه که بازجوش به او تجاوز کرده. مارینا اطلاعاتی در مورد کسی نداد
به غیر از این او زیر سن بود و نمیشه به او برای هر کاری که کرده خورده گرفت که متاسفانه برخوردهای بدی با او شد. در رابطه با کتاب تابوت زندگان، بله من نقدی روی آن نوشتم. چرا؟ چون هما کلهوری نویسنده این کتاب زندانبان من بود. من نمیگم او حق نگارش نداره، ولی مسئله اینه که دروغ نوشته. همونطور که در نقدم نوشتم کاری میکرد که زندانیان شکنجه شوند. ولی قبل از اینکه به این کتاب بپردازم، دوست دارم در مورد پدیده همکاری برخی از زندانیان با جمهوری اسلامی که در مقدمه اشاره کردید بگم که این اتفاق تنها مختص زندانهای جمهوری اسلامی نبوده. برای مثال در کمپهای نازی‌ها در آلمان بعضی از زندانیان برای زنده ماندن و برخورداری از امکانات بهتر با فاشیستا همکاری کردند. بهشون میگفتن کاپو. در عوض همکاری با نازی‌ها کاپوها شکنجه نمی‌شدن و مجبور نبودن بیگاری کنن. یکی از امکاناتی که اونها داشتن این بود که اتاقهای خودشونو داشتن و مجبور نبودن کنار با زندانیان دیگه بخوابن. در جمهوری اسلامی هم زندانبانانی که زمانی زندانی بودن و شروع به همکاری تا این سطح کردن اتاق خودشونو داشتن و نه تنها شکنجه نمی شدن بلکه در شکنجه زندانیان نقش داشتن. کاپوها در کمپ هایی که زندانیان مجبور به کار اجباری یا بیگاری بودن نگهبانی می دادن. در کمپ های نازی ها زندانیان از کاپوها متنفر بودن و حتی به اونها توف می کردن. البته ما هرگز به کاپوهای جمهوری اسلامی توف نکردیم، نه به خاطر اینکه اگر به اونها توف می کردیم بلافاصله در بند شکنجه می شدیم، بلکه چنین کاری رو قبول نداشتیم. این شیوه سرکوب، یعنی زندانی رو در مقابل زندانی قرار دادن، کاری بود که جمهوری اسلامی از اون استفاده کرد. بعد از سقوط هیتلر تعدادی از کاپوها به دلیل همکاریشون با نازی‌ها محاکمه شدند. برای مثال در بین سالهای 1951 تا 1964 حدوداً 40 نفر از کاپوهای دوره نازی‌ها دادگاهی شدن و چند نفر از اونا به 5 سال زندان محکوم شدن. یکی از اونها هم حکم اعدام گرفت ولی بعد حکمش تغییر کرد، تخفیف پیدا کرد. دو تا از کاپوها محکوم به حبس ابد شدن. زندانیان جمهوری اسلامی به درجه‌ای که تونستن مقاومت کردن. تعدادی هم با رژیم رفتن که مثل کاپوها آنها هم بعد از سقوط رژیم باید در دادگاه‌های مردمی محاکمه بشن. کسانی که تا درجه همکاری در سطح زندانبانی رفتن با کسانی که زیر بازجویی و یا فشار ضعف نشون دادن متفاوت هستند. از اون صدها هزار انسانی که دستگیر شدن تعداد خیلی کمی زندانبان شدن و این نقش رو باید توضیح داد. در ضمن زندانبان و مسئول بند یکیه، ولی چون مردم نمیدونن که مسئول بند یعنی چی باید از واژه زندانبان استفاده کرد، چون بار رژیمی خودشو داره. پرسیدید که نقد من روی کتاب تابوت زندگان چیست. همونطور که گفتم نویسنده این کتاب یعنی هما کلهوری زندانبان من بود. من یک بار توی پنجره سلول نشسته بودم و غروب رو نگاه میکردم. کلهوری مطمئن بود که امکان نداره زندانیان بند 7 که من توش بودم بتونن با زندانیان بند 8 تماس بگیرن، چرا که خودش یک سال قبل از اون زندانی همون بند بود. خلاصه من غرق در آسمان رنگارنگ بودم که اومد جلوی سلول و من رو برای بازجویی صدا کرد و به همراه دو زندانی دیگه برد پیش رئیس زندان. به رئیس زندان گفت اینا داشتن با بند 8 تماس میگرفتن. شانس آوردیم آرامش بعد از سرکوب و قبل از طوفان بود و به اصطلاح دوره قدرت رفرمیست ها در زندان قزل اسهال بود، وگرنه حتما شکنجه می شدیم. میثم از ما پرسید داشتید با بند 8 تماس میگرفتید؟ من گفتم شما فاصله بین دو بند و توری های فلزی که جلوی پنجره های من هستن رو ندیدید؟ اگر بخوایم تماس بگیریم هم امکانشو نداریم.
استندام پرسید پس چرا پشت پنجره نشسته بودی؟ گفتم داشتم غروب رو نگاه میکردم. کلهوری دوباره شروع کرد به گفتن اینکه اینها داشتن با بندهش تماس میگرفتن. که رئیس زندان به او گفت برگردونشون بند. این واقعه به طور مفصل‌تر در صفحه 114 کتاب من زیر بوته لال عباسی که 18 سال پیش به چاپ رسید در وبسایت هم است. و البته که این موارد در کتاب کلهوری وجود نداره. این دفعه نتونست ما رو ببره زیر شکنجه. چندین مورد اینطوری هست و زندانیان متفاوت تجربه خودشون رو از او دارند. مثلا یک بار تعدادی از زندانیان داشتن آب بازی میکردن. آمد گفت هواخوری تعطیله. همه آمدن تو. بعد اسامی چند تن از زندانیان را خواند و اونها رو کنار در دفترش نگه داشت تا چند تا مرد با شلاق اومدن توی بند و تک تک اونها رو به خاطر آب بازی شلاق زدن. البته هما این یعنی زندانبان بند طوری گزارش داده بود که این بار رئیس زندان دستور شکنجه زندانیان رو بده. این واقعه رو در صفحه 115 کتاب من میتونید بخونید. هما کلهوری در صفحه 283 کتابش این کارش رو اینطوری تعریف میکنه. چند بار به هواخوری رفتم و تذکر دادم که سر و صدا راه نیندازند، اما توجهی نکردند. این ماجرا با اخطار پاسدارهایی که با شنیدن سر و صدا از راهروی واحد به پشت بام بند رفته بودن ادامه و با بردن چند نفر به زیر هشت خاتمه یافت. آرامش هرچند موقتی برقرار شد. بله، آرامش مورد نظر ایشان با شلاق زدن زندانیان برقرار شد، ولی حاضر نشده واقعیت رو در این مورد بنویسه. کتابش پر از نوخای مثل اینه که نمیگه باعث شلاق خوردن زندانیان شد. ببینید، سال قبل از اون من بند 4 اوین بودم و زمستون بود و کلی برف بایده بود. وقتی در هواخوری رو باز کردن با چند تا از دوستانمون رفتیم برف بازی. برف گلوله می کردیم و به هم دیگه پرت می کردیم. تازه سر خوش شده بودیم که رحیمی زندانبان اومد و گفت بریم توی بند. بعد هم یکی از دوستانمون رو برد سلول انفرادی. منظورم اینه که زندانبان زندانبانه. خب چه فرقی بین رحیمی و کلهوری هست؟ یکی باعث شلاق خوردن زندانیان در بند شد و یکی باعث شد که از دوستانمون برای چند ماه بره انفرادی. حالا ممکنه خودشون هم نظرهایی به رئیس زندان در مورد اینکه با زندانیان چگونه با رفتار کنن بدن. اینو کلهوری هم توی کتابش میگه که در مورد برخود با زندانیان با رئیس زندان مشورت میکرده، که همین حرفش نشون میده در سطوح متفاوت همکاری میکرده. تفاوت هما کلهوری با زندانبانان دیگه این بود که او 2 یا 3 سال دیرتر به این کار روی آورد. زندانبانان دیگه برای پول کار میکردن، کلهوری برای آزادیش. کلهوری سعی میکنه رژیمی شدنش رو که یک انتخاب سیاسی بود نه مذهبی پشت رسیدن به خدا پنهان کنه. خدا در درونم جوانه زد و تکثیر شد، صفحه 228 کتابش. خیلی از بریده ها در مصاحبه ها همینو ردیف میکردن تا اعترافاتشون پذیرفته بشه. همه اونها خدا رو دیدن، ولی بخش عظیمی از اونها از این جلوتر نرفتن و با رژیم همکاری نکردن، در حالی که کلهوری با کمال میل اطلاعاتشو میده. در صفحه 248 میخونیم: سوالها البته تکراری بودند، اما جوابهای من نه. همان سوالهایی که 2 سال پیش هم در کمیته مشترک جلوی هم گذاشته بودند، اما جوابهای من حالا همان جوابها نبود. اصراری بر کتمان حقایق و دروغ گفتن به آنها نداشتم. نوشتم، راستش را نوشتم، همانطوری که وقایع اتفاق افتاده بودن. در اینجا خانم کلهوری نمیگه چه بلایی سر آن افرادی که ایشون با کمال میل اطلاعاتشون رو داد اومد. پرسیدید نقد من بر کدام فاکت‌های کتابه؟ مسئله اینه که اگه مردم جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده بودن، نویسنده این کتاب جرأت میکرد اونو چاپ کنه؟
و بیاد بگه من برای رژیمی که سرنگون کردید زندانبانی کردم؟ معلومه که نه. همانطوری که بعد سرنگونی فاشیستا در آلمان کسی نیومد کتابی دمت چکمه رئیس اردوگاه های مرگ بنویسه. این مزخرفات همیشه برای زمانیه که دیکتاتورها هنوز در قدرتن. این فاکتو از کتابش میارم. سرم رو انداخته بودم پایین و به پوتین های سیاه او، منظورش حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصاره، و دمپایی های پلاستیکی قهوه‌ای خودم نگاه می کردم. دیگر از این پوتین ها نمی ترسیدم. از تصور گناهانی که مرتکب شده بودم و باعث شده بودم این پوتین ها مرا زیر لگد بگیرن از خودم خجالت می کشتم. صفحه 261. یعنی اگر شکنجه می شوید تقصیر خودتان است و نترسیدنش هم از اون پوتین ها به این دلیل بود که هر دو می دونستن که کلهوری دیگه در نقش زندانی مبارز در مقابل رئیس زندان نیستاده. ببینید، اگر بعد از این نوشته کلهوری سال 2020 که 20 سال در اروپا زندگی کرده اینو نقد می کرد و می گفت به چه دلیل دچار این هذیان فکری شده بوده، خب آدم طور دیگه بهش برخورد می کرد و می شد گفت در اون زمان، یعنی 37 سال پیش، دچار ناراحتی روحی شده بود که بهش میگن استوکهلم سیندروم. ولی چنان می نویسه که گویی همه چیز بدیهی بود و هست. در صفحه 212 می نویسه سخنرانی آقای خمینی از رادیو پخش می شد. در مورد جنگ نفتکش ها می گفت و دشمنی آمریکا و انگلیس و اخیراً فرانسه و از پیشروی رزمندگان در جبهه ها و امریکایی دانستن صلح طرح صلح. داشتم به حرفهایش گوش می دادم. دیگر از او بدم نمی آمد. بله، این رو الانی می نویسه که رژیم به وسیله اسلحه و اعدام نمی ذاره مردم سرنگونش کنن. وقتی مردم رژیم رو سرنگون کنن کسی نمی آد این حرف رو بزنه. کسانی که این حرف رو زدن قائم می شن و میگن من نبودم. این حرفا برای زمانیه که نبیدها را اعدام میکنن. منظورم اینه که همه کسانی که در زمان حکومت فاشیست ها پستی داشتن بعد از سرنگونیش یا پنهان شدن یا سعی کردن منکر جنایت هایی بشن که انجام دادن. اینکه خانم کلهوری جرأت میکنه این کتابو چاپ کنه اینه که هنوز رژیم تونسته به زور اسلحه در قدرت بمونه. زمانی که هیتلر در قدرت بود ممکن بود کسی بیاد بگه دایی هیتلر هم ساده زندگی میکرد، ولی بعد از سرنگونی فاشیستا چنین فردی حتی اگه دلش برای دایی هیتلرش هم میسوخت جرأت گفتن چنین حرفایی رو نداشت. خانم کرخویی خواهرزاده سرحدی زاده است. سرحدی زاده بعد از اینکه رژیم قدرت گرفت با سپاه همکاری داشت. یک بار وقتی که ریاست شورای سرپرستی زندان‌ها رو داشت، یعنی سال 63 به بازدید زندان قزلحصار اومد و به بند ما هم سر زد. فکرشو بکنید، این زمانی بود که رژیم روزانه مخالفانش رو صدها اعدام میکرد. در دوران میرحسین موسوی سرحدی‌زاده وزیر کار بود. کرهوری در کتابش نوشته بعد از آزادیش برای مدتی میره پیش دایش، یعنی سرحدی‌زاده، زندگی میکنه و اینکه اون زندگی ساده ای داشت. این رو به مردم بگین میخندن. 40 ساله که کسانی که در قدرتن پول مردم رو خوردن و خون مردم رو تو شیشه کردن و حالا که سرحدی‌زاده مرده خواهرزادش اومده میگه ساده زندگی میکرده. معلوم نیست پول مردم کیا خوردن. اگه کسانی که در قدرت بودن نخوردن، در قدرت بودن و هستن نخوردن، پس این همه سال پول مردم کجا رفت به جز بانک های بین المللی؟ اینها گفتید در سطح تحلیل بعضی ها با نگاه امروزشان و برخی با نگاه دیروزشان می نویسن. باید بگم که خاطرات زندان روایت تحلیلی نیست، روایت تاریخیه که میشه این روایت رو با دروغ همراه کرد و با قبول نکردن هیچ مسئولیتی
پشت این قایم شد که من با نگاه گذشتم نوشتم. کلهوری بعد از این همه سال در رابطه با هیچ یک از کارهاش مثل زندانبانی، اطلاعات دادن و یا مشاوره دادن به رئیس زندان ابراز پشیمانی نمی کنه. چیدمان داستانش اینطوره که همه چیز اجتناب ناپذیر بوده و او تقصیری نداشته و یا برای لطف به زندانیان با رئیس زندان مشورت میکرده. اتفاقا کتاب کلهوری به هیچ عنوان به نگاه دوره زندانش نوشته نشده. کتاب طوری تنظیم شده که او زیر فشار نفرتش نسبت به رژیم تبدیل به نفرت او نسبت به مبارزین و جریانات ضد رژیمی میشه. و مهمتر این که حالا، یعنی زمانی که رژیم در از 40 سال گذشته این همه اعدام کرده، نویسنده‌ای که زیر فشار نیست و در خارج از کشور زندگی میکنه همچنان همون تنفر رو نسبت به مبارزین و جریانات ضد رژیمی داره. اینجاست که کاملا میشه احساس کرد انتشار این کتاب یک پروژه سیاسی برای کوبیدن مبارزین و جریانات ضد رژیمیه. آن زمان رژیم زندانیان رو مجبور میکرد که برای آزادیشون از جریانات سیاسی ضد رژیمی اعلام انزجار کنه، که بخشی از زندانیان این کار رو نپذیرفتن و سالها بدون حکم در زندان موندن و تعدادی از اونها حتی اعدام شدن. در حال این کتاب هم در همون راستا، یعنی انزجار علیه مبارزین و جریانات سیاسیه، البته نه در زندان بلکه در اروپا، آن هم در دورانی که مردم علناً شعار مرگ بر رژیم رو دادن، تا شاید با خوندن این کتاب درس عبرتی بگیرن. کتاب کلهوری مثل موزه عبرت مهندسی شده است. همانطور که رژیم 20 سال از کمیته مشترک به نام بند 3000 اوین برای شکنجه زندانیان استفاده کرد و حالا موزه عبرتش کرده و میگه فقط رژیم شاه از اون استفاده کرده، کتاب ایشون هم به بهانه اینکه داره علیه رژیم می نویسه، در واقع علیه مبارزین و اپوزیسیون نوشته. میگه اعترافی علیه خودشه، ولی اونجایی که میگه تک نویسی کرده نمیگه چه کسانی رو لو داده و چه گزارش های علیه اونا نوشته و اون گزارش ها چه بلایی سر اون انسان ها آورده، و یا ایشان یک بار هم نمیگه زندانبان بوده و باعث شکنجه زندانیان شده. من توی بند بودم که یک روز کلهوری از دفترش بیرون اومد و گفت با حجاب باشیم. ما رفتیم توی سلول ها نشستیم. بعد نازلی پرتوبی را برای شکنجه به بند آوردن. کلهوری خواست پاهای او رو بگیره. نازلی گفت به من دست نزن. مردی که با شلاق اومده بود گفت تکان میخوری. نازلی گفت تکان نمیخورم. کلهوری ایستاد و به 100 ضربه شلاقی که به کمر نازلی زدن نگاه کرد. نازلی بلند شد و گفت این تنم بود که زدید. منظورش این بود که به فکر و روح من دسترسی ندارید. یک همچین روایتی ربطی به نگاه امروز و دیروز کسی نداره، ربط به حقیقت داره. اینها بخشی از واقعیت‌های زندان هستند و باید گفته بشن و کلهوری در این سناریو نقش زندانبان رو بازی کرد. این وقایع در کتاب کلهوری یا نیستن و یا اگر باشن به دروغ نوشته شده. در ابتدا توضیح دادم در مورد زندانیانی که در دوران هیتلر در کمپ‌ها با نازی‌ها در سطح زندانبانی همکاری کردند. همطور که گفتم کلهوری هرگز نمیگه زندانبان بوده و اینکه مثل کاپوها و بقیه زندانبان‌ها او هم اتاق خودش را داشت. در حالی که هر 15 نفر از ما زندانیان در یک سلول در بند بودیم و مجبور بودیم کنار هم بخوابیم. برخی از امکانات دیگه کاپوها غذای بیشتر، سیگار و نوشابه الکلی بود. کلهوری در صفحه 253 کتابش می نویسه بعد از سالها برای اولین بار چای بدون کافور در لیوان دستدار بلور فرانسوی به جای شیشه مربا یا لیوان پلاستیکی می نوشیدم. چه عطری داشت چای بدون کافور. بله، چای با طعم زندانبانی، چایی که به ما زندانیان می دادن انقدر کافور داشت که بو و مزهش
انقدر ناخوشایند بود که در لیوانای پلاستیکی کاملا احساس میکردیم. خیلی از کاپوها در دورانی که زندانبان بودن و بعد از سقوط هیتلر احساس گناه میکردن. ولی شما این احساس پشیمونی و قبول مسئولیت رو تو کتاب هما کلهوری نمیبینید. همه جا حتی وقتی خودش کار غیر انسانی انجام میده جریانش رو مسئول میدونه، نه خودش رو. کاپوهایی که زندانبان بودن در رابطه با چگونگی برخورد با زندانیان با نازی ها مشورت میکردن و نظر میدادن. در واقع براحتی میشه شباهت هایی بین کاپوهایی که زندانبان بودن و زندانبانانی مثل کلهوری رو دید. نسرین عزیز، گفته میشه که کینه و عداوت بین زندانیان مقاوم و شکست خارج از زندان شکاف عدم درک موقعیت متفاوت این دو که به زور به اصطلاح دشمنان در زندان تبدیل شدن تمام شدنی نیستش. حقیقتی آیا در این ادعا هست و آیا این موضوع قابل درکه؟ که آیا میشه خواست کسی که توسط رفیق سابق شکنجه شده به هر شکل، امروز شکنجهگر گذشته رو که با تلاش و فشار سیستماتیک فیزیکی و روانی مقامات زندان شکنجهگر شده رو ببخشه یا درک کرد؟ شما توضیح دادید که در کتابی که نقد کرده بودید قبلا یه توضیحاتی در این رابطه دادید و اما توضیح دادید که در این مورد متفاوته. دوست دارم بیشتر این مسئله رو باز کنید. ببینید، من کینو دعوت نمی بینم. تا زمانی که رژیم در قدرت صف مایی که حاضر نشدیم با اون همکاری کنیم و هنوز هم با اون مبارزه می کنیم، از صف اونایی که با رژیم همکاری کردن و امروز هم از اون دل نمی کنن جداست. مسئله درک کردن نیست، مسئله اینه که هر یک از ما در کجا قرار داریم. من کاری با کسانی که شکستن ندارم و برای اونها احترام قائل هستم، چون شکستن و این رژیمی نشدن. منظورم اینه که نرفتن توی جبهه رژیم تا به چهره دوست قدیمیشون پنجه بکشن. مسئله این نیست که ما زندانیانی رو که زندانبان شدن درک نمی کنیم. بعد از سرنگونی رژیم و وقتی که اونها هم مثل زندانبانان دیگه محاکمه شدن و مسئولیت کارهایی را که کردن به عهده گرفتن، اون وقت میشه در مورد درک کردن صحبت کرد. کسی مثل هما کلهوری مجبور نبود زندانبان بشه و فرض بگیریم مجبورش کردن، مجبور نبود کاری کنه که زندانیان شکنجه بشن و این کار را میکرد. کسی مثل او که همونطور که ما رو برد پیش رئیس زندان و به دروغ گفت داشتن با بنده هش تماس می گرفتن و حالا هم همونطور کتابش رو پر از دروغ کرده، چطور باید درک کرد؟ بنابر همه دلایلی که توضیح دادم، همه زندانمانان گذشته از این که بنابر چه شرایطی این شغل رو پذیرفتن در دادگاه های مردمی باید محاکمه بشن، همونطور که برخی از کابوها هم بعد از سرنگونی هیتلر محاکمه شدند. بسیار واضح توضیحاتتون نسرین عزیز. به هر رو به عنوان کسی که از آزادی عقیده و بیان صحبت میکنه، آیا نمیتوان خواست همه در مورد تجربهشون از زندان بنویسن تا همگان بدونن که در این زندان ها چه گذشته، با چه شیوه ها و مکانیزم های روحی و روانی و فیزیکی تعداد زیادی از جوانان زندانی رو شکستن، به زانو در آوردن و برخی از اونها بعد از شکستن حتی اعدام شدن. برخی میدونستن که اعدام میشن، شکستن. در مورد برخی به نظر نمیرسه برای فرار از اعدام بوده. شما تحلیلتون چیه؟ در مورد این که خوبه همه بنویسن، البته خیلی خوبه که همه بنویسن و خواننده هم حق داره نقد کنه. من هم که هما کلهوری زندانبانم بوده، حق دارم با مقایسه وقایع در کتاب خودم که 18 سال پیش چاپ کردم و این کتاب نشون بدم که زندانبانم داره دروغ میگه.
میتونستم فاکتای بیشتری از کتاب خودم و از کتاب ایشون بیارم، ولی نیازی نبود. کتاب کلهوری برای این نیست که خواننده بفهمه چطور رژیم زندانی رو زیر شکنجه می برد تا بشکنه. این رو مردم بعد از پخش اون همه اعترافات اجباری که به وسیله شکنجه از زندانیان گرفتن می دونن. کتاب کلهوری برای اینه که بگه اپوزیسیون هم اگر در قدرت بود همین جنایت را می کرد. در مورد برخی که شکستن و اعدام شدن، اونها در فرار از اعدام نشکستن. همونطور که اشاره کردید، برخی از اونها می دونستن که اعدام می شد. من فکر می کنم در فرار از شکنجه شکستن. شکنجه بدتر از اعدامه. من وقتی زیر شکنجه بودم آرزوی مرگ داشتم. نسرین عزیز، شما بخشن هم ادام اشاره کردید که چرا این کتاب رو نقد کردید. بازم میخوام سوال کنم، چرا این کتاب از جانب شما نقد میشه؟ آیا این نقد ها ادامه مبارزه در زندان هاست یا ادامه همان مبارزه البته در شرایط دیگری؟ مسئله اینه که هدف از نگارش این کتاب چیه؟ به نظر من دلایل متفاوتی در نگارش این کتاب وجود داره. یکی اینکه در عرض 40 سال گذشته رژیم صدها هزار نفر رو دستگیر و هزاران نفر رو اعدام کرد و ما امروز ادبیات زندان داریم. رژیم سعی داره با روایت خودش این ادبیات رو مخدوش کنه و روایتی به نفع خودش به خوانندگان ادبیات زندان القا کنه. در واقع هدف رژیم خونسا کردن ادبیات مبارزه و مقاومت در زندانه. کتاب هایی که تا کنون در مورد زندان چاپ شدن با اینکه عمدتاً توسط کسانی نوشته شدن که در زندان مبارز بودن، ولی آن سوی خود را یعنی بریدگی را هم به نمایش گذاشتن. ولی در کتاب کلهوری هیچ نشانی از مبارزه نمی بینید و اگه ببینید هدف تحقیر و تمسخر اوناست. جا به جا چهره ای سطحی از مبارزه به نمایش میذاره و سعی میکنه اونها رو مورد تمسخر قرار بده. مثلا در صفحه 114 میخونیم یک روز عصر سیما مسئول بند اومد و اعلام کرد که همه باید بیرون برویم. نرفتیم. عده‌ای در راه رو قدم میزدن. بعضی که معمولا سنشان بیشتر بود و البته برنامه ها را سازمان میدادن، اینجور وقتها کمردرد را بهانه و میرفتن زیر پتوهایشان میخوابیدن که جلوی چشم حاجی و مسئول بند نباشند. ببینید چطور مبارزین را خراب میکنند. این یکی در صفحه 199 خیلی جالبه. راستی تفاوت ما چه بود با فاشیست های ارتجاعی در استفاده ابزاری از آدم ها؟ کمی پایین تر مینویسه جوابی که به خودم دادم این بود که قدرت طلبی در ذات آدمی است. قدرتی که با حضور انبوه آدم ها رنگ می گرفت و جلوگر می شد. چه در نماز جمعه و چه در راه پیمایی ها و میتینگ های ما همیشه کمیت حرف اول را می زد نه کیفیت. این مثل این می مونه که وقتی فاشیست ها در آلمان داشتن مردم بیگناه را می کشتن، یکی از کاپوهای اردوگاه‌های مرگ می‌آمد می‌گفت مخالفان هیتلر هم مثل فاشیست‌ها هستند و اگر قدرت داشتن همین جنایت‌ها را می‌کردند. کلهوری در واقع با نوشتن علیه اپوزیسیونی که هرگز در قدرت نبوده از رژیم دفاع می‌کنه. کلهوری در کتابش هر جا از جنایت‌های رژیم می‌گه، بلافاصله می‌گه ما چی؟ ما اگر قدرت داشتیم همین کارها را نمی‌کردیم؟ که در اینجا نمیشه به همه اونها بپردازم. به این توجه کنید که در صفحه 226 نوشته آیا سیاسیون پرچمدار آزادی دیکتاتورهای بی تخت و تاج نبودند؟ اگر تخت و تاج داشته باشند چه خواهند کرد؟ در این برهه تاریخی که اگر تنها یک روز اسلحه های رژیم از کار بیفتند زیر رژه مردم له خواهد شد، این کتاب رسالت تعیین و تغییر افکار عمومی را برای نجات رژیم به دوش می کشه.
دلیل دیگه‌ای که میگم این کتاب ادبیات رژیمیه اینه که طوری نوشته شده که از ابتدای دستگیری کلهری پاسدارها رو خواهر رو برادر صدا میکنه، در حالی که زندانیان مبارز هرگز پاسدارهای زندانبانها رو خواهر و برادر صدا نمیکردن و کلهری به این اشاره نمیکنه و یا به این بخش توجه کنید. تا عصر کاغذبازی های اداری جریان دارد. 10 بار اسم خودم و پدرم را و گروهک وابسته را میپرسند. صفحه 116. همونطور که میدونید به جز رژیم کسی به جریانات سیاسی نمیگفت و نمیگه گروهک و واژه هایی چون تارهای عنکبوتی، برادر، خواهر، شرم، گروهک ها، دیدگاه های گروهکی، منافقین و غیره. در توجیه سرکوب می نویسه خودم را جای حاجی می گذاشتم که اگر رئیس زندان بودم با زندانی شرور، معاند و مخالف سیاست ها و نظرات خودم چه می کردم؟ صفحه 188. به نمونه دیگه از مقایسه اپوزیسیون با رژیم و بازم توجیه سرکوب های رژیم در صفحه 201 توجه کنید. پنداشتم لابد دوستی یا آشنایی از نزدیکان حاجی ببخشید. بایش میکنم. ادامه بدیم. بفرمایید. فاکتشو که از صفحه 201 دوباره میخونم. پنداشتم لابد دوستی یا آشنایی از نزدیکان حاجی شهید یا اسیر شده که این گونه وحشیانه به ما حمله ور شد. فکر میکردم اگر آنها هم دوستان ما را شهید میکردن یا اسیر و قدرت در دست ما بود با آنها چه میکردیم؟ تلافیش را سر مخالفان ما در نمی آوردیم؟ این گونه توجیه شکنجه های رژیم و مقایسه رژیم با اپوزیسیونی که در قدرت نبوده تنها برای زدن مبارزینه و اینکه بگه جریان سیاسی هم مثل رژیم هستن. در صفحه 203 میتونید چپ ستیزی و اخت جلوه دادن مبارزات رهای بخش رو بخونید. نوشته ما چه؟ اگر ما هم به قدرت برسیم مخالفان من را ناز و نوازش میکنیم؟ این سوالی بود که مدت ها ذهنم را به خود مشغول کرده بود. چرخه خشونت و قدرت را چگونه میتوان متوقف کرد؟ اصلا ممکن است و شدنی؟ این نمونه بارزی از کشتن امید و روحیه مبارزه از طریق زدن چپ با ایجاد سوال و اینکه بی خود تلاش نکنید. همیشه همین بوده و همین خواهد بود. و اینکه پرسیدید آیا این نقدها ادامه مبارزه در زندان هاست یا ادامه همان مبارزه در شرایط دیگه ای؟ باید بگم هر دو. ما در زندان در دو صف متفاوت بودیم و هما که در صف قدرت بود سعی در آزار و شکنجه ما داشت، همونطور که در کتابش نوشته دوست داشت ما هم دست از مبارزه بکشیم و رژیمی بشیم. ما بی تفاوت از کنار امثال رو میگذشتیم و اونطور که نوشته این باعث رنجش خاطرش شده. انتظار داشته که علی‌رغم اینکه زندانبان ما بود با او دوست بشیم. واقعا مسخره است. ما با هیچ زندانبانی سلام علیک نداشتیم. چرا باید با او می داشتیم؟ چون یک سامانی زندانی بود؟ نسرین، خب بعضی ها ممکنه ادعا کنن که نقد شما منصفانه نیست، چرا که اینها خب شخصیت دیگری شده بودن. توضیح شما چی هستش؟ بله دقیقا شخصیت دیگری شده بودن، شخصیتی از نوع رژیمی و متاسفانه این کتاب یک قدم هم از آن کلهوری زندانبان فاصله نگرفته. بیاییم کلهوری را با رحیمی که وقتی ما برف بازی کردیم یکی از دوستانمان را به انفرادی فرستاد مقایسه کنیم. چه فرقی بین هما کلهوری زندانبان
که باعث شکنجه زندانیان به خاطر آبازی شد و رحیمی که یکی از دوستان ما را به خاطر برفبازی به انفرادی برد هست. چرا باید چون کلهوری چند سال دیرتر این شغل را انتخاب کرده و یا اینکه 2 سال زندانی بوده با او برخورد متفاوتی داشت؟ اینکه فرد دیگری شده بود کاملا درسته، مثل رحیمی شده بود. خب چرا باید با این رحیمی به خاطر اینکه 2 سال زندانی بوده رفتار دیگری نسبت به آن دیگری داشت؟ من فکر میکنم باید رفتار آدمها را ملاک قرار داد، نه اینکه یک زمانی چه کاره بودند و اینکه چرا این رفتار را دارند. در غیر این صورت افراد هم قبول مسئولیت در قبال رفتارشون نخواهند کرد. کلهوری در کتابش به همون اندازه از اپوزیسیون رژیم متنفره که در زمان زندانبانیش بود. اینکه شخصیت دیگری شده بود کارش رو توجیه نمی کنه. به خصوص اینکه امروز 37 سال بعد از اون کارهاش هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیره، واقعیت رو نمیگه. اینکه باعث شکنجه زندانیان میشده و لااقل بگه اشتباه کرده. یک بار هم در کتابش نمیگه اشتباه کرده. همه جا سعی میکنه ترحم خواننده رو برانگیزه. نسرین، فکر میکنید چرا گاهن برخی در هر دو طرف این دو قطبی اصل مسئله رو که مسبب زندانی شدن و تواب شدن بهترین های دوران انقلاب شده رو با همون میزان کینه و غضب نقد نمی کنن؟ آیا فشار روحی که شکستن رفیق سابق در زندان بر زندانی مقابل می آورد بیش از فشار مثلا حاج داوود و لاجوردیه دشمن رو بهتر، به نوعی دشمن رو بهتر میشه تحمل کرد تا خائن رو؟ آیا این رابطه در ناخودآگاه موجب برخورد شدید به رفیق شکسته نیستش؟ نه، من فکر نمی کنم کسی که با رژیم رفته بدتر از رژیمه، هر دو یکی هستن. ببینید، این طبیعیه که کسی دوست نداره دوست قدیمیش به صورتش پنجه بکشه، ولی این مسئله عمیق‌تر از اینه. کسانی که در جریانات بودن و شروع به همکاری میکردن خیلی بیشتر و بدتر از کسی که بیرون از جنبش بود میتونست ضربه بزنه، چرا که دوستان نقطه ضعف و قوت یکدیگر رو میدونن و بیشتر میتونن به هم فشار بیارن. و این کاری بود که کسانی مثل کلهوری میکردن. خودش در کتابش نوشته که در مورد برخورد با زندانیان با رئیس زندان مشورت میکرده، البته در مورد مضمون این مشورت ها ننوشته. در صورت منظورم اینه که مثلا بازشو نمیدونه که من نوعی از تنهایی وحشت دارم ولی میتونم شکنجه فیزیکی رو تحمل کنم و یا برعکس، ولی دوست من اینها رو میدونه و وقتی شروع به همکاری کنه میتونه باعث فشار بسیار مضاعف روی من بشه. در واقع شکنجه منو میتونه شدیدتر کنه، چرا که حالا کسی رو که از تنهایی میترسه میفرسته سلول انفرادی و اونی رو که با تنهایی مشکلی نداره ولی آستانه دردش پایینه شکنجه فیزیکی میکنه. یک نمونه بارز این در مورد کسایی میشه گفت که با بازجوها برای شناسایی مبارزین به کارخونه، مدارس، خیابونا و کلن جاهایی که شلوغ بود میرفتن، چرا که در سالهای بین نیمه 57 و 59 شاید باز سیاسی بود و راهپیمایی و میتینگ های زیادی برگزار میشد. بیاد دارم به کوهنوردی های 100 نفره میرفتیم و سرودهای انقلابی میخوندیم. مردم داخل و یا جلوی دانشگاه ها و در بعضی شاره ها جمع میشدن و در مورد آزادی و حق و حقوقی که باید داشته باشن بحث میکردن. از این رو آدم های زیادی همدیگر رو بدون هیچ ضرورتی میشناختن و یا حداقل چهره همدیگر رو
توی میتینگ ها و یا تو تظاهرات ها دیده بودن. خب زندانیانی که در این سطح همکاری اطلاعاتی میکردن، یعنی به خیابون و یا به جاهای شلوغ میبردنشون، اینها در زندان شناسایی زندانیان، در شناسایی مبارزی به رژیم کمک میکردن. اونها حتی ممکن بود نتونن فرد خاص رو شناسایی کنن، ولی از طرز لباس پوشتن جوانا میتونستن حد بزنن که اونها سیاسی هستن. یادمه در سالهای اولیه که رژیم قدرت گرفت، لباس پوشتن بعضی از جریانات حالت فرم داشت. وقتی از خیابون رد میشدی میتونستی 90% شرط ببندی که این فرد یا اون فرد با این یا اون جریان کار میکنه. خب کسی که برای همکاری اومده بود بیرون حدسیاتش رو میگفت، اون فرد دستگیر میشد. در ضمن ما داریم از کسانی حرف میزنیم که در این سطوح با رژیم همکاری کردن و مثلا زندانبان شدن، نه در رابطه با کسانی که شکستن، چون اونها خیلی زیاد بودن و اونقدر شرافت داشتن که آزارشون به کسی در زندان نمی رسید و بیرون از زندان هم با بیکاری دست و پنجه نرم می کردن و رژیم هم دست اونها رو در کیهان هوایی بند نکرد، در صورتی که هما کلهوری برای سالهای سال در کیهان هوایی کار می کرد. او با عباس سلیمی که از اعضای دفتر سیاسی سپاه بود در کیهان هوایی کار می کرد. در کتابش می نویسه در زمین سلیمی بازی می کردم و نظرات او را به خود نزدیک می دیدم. صفحه 319. نسرین عزیز، در انتهای این نقد و بحث که مطلقاً نه تنها ایرادی نداره، شما هم خودتون به خوبی در بحثاتون اشاره کردید که صورت بگیره، که بسیار میتونه به روشن شدن اون چه که در زندان ها گذشته کمک بکنه، انتظار دارید که چه بشود؟ آیا افشای نویسنده مورد نظره یا بیان حقایق؟ خواننده این ادبیات از این نقد ها و رفت و برگشت ها باید به هر حال دنبال چه بگرده؟ برای برخی از زندانیان مقاوم که از تعرضات شکست شدگان آسیب های جدی جسمی، روحی و روانی خوردن، در ضمیر ناخودآگاهشون عمل میکنه. نظرتون چیه؟ ببینید، حقیقت باید مشخص بشه. امثال من که زندانی زندانبانانی چون هم کلهوری بودیم نباید سکوت کنیم، وگرنه مردم چطور میتونن حقیقت رو دریابن؟ مردم کتاب کلهوری رو میخونن و ممکنه باور کنن. این وظیفه امثال منه که واقعیت رو بگیم. من به هیچ عنوان دنبال انتقام گیری نیستم. مخالف اعدام و شکنجه هستم. حاضر نیستم رأی به شکنجه اونهایی بدم که من رو شکنجه کردن. ولی فکر میکنم حقیقت باید روشن بشه. در فردای سرنگونی رژیم، افراد بیشتری که امروز به خاطر اینکه در ایران هستن و یا به هر دلیل نمیتونن چیزی بگن، در مورد همه کسانی که با رژیم همکاری کردن سخن خواهند گفت و کلهوری هم باید پاسخگو باشه. حداقل باید بگه اون تکنویسی ها را علیه چه کسانی انجام داد و چه نوشت. باید در دادگاه مردمی حضور پیدا کنه و مسئولیت کارهایی که در کتابش به عهده نگرفته به عهده بگیره. تازه بعد از سرنگونی رژیم کتاب‌های زیادی در مورد جنایت‌های رژیم چاپ خواهد شد و اسامی کسانی نیز که به اشکال متفاوت با رژیم همکاری کردن رو خواهد شد. همه این افراد از جمله زندانبانان هم باید پاسخگوی کارهایی که امروز دارن انجام میدن باشن. کتاب کلهوری سندیه که به روشنی نشون میده او آگاهانه انتخاب کرد که به عنوان یک زندانبان با سپاه پاسداران همکاری کنه. این کتاب نه یک زندگی نامه، نه خاطرات یک زندانی و در ادبیات زندان که یک پروژه سیاسی عقیدتی تبلیغاتیه که هما مسئولیت انجامش رو به عهده گرفته. نسرین عزیز، صحبت ها بسیار زیاد هست. امیدوارم که ما بتونیم
در برنامه های آتی موارد دیگر مورد بحث قرار بدیم در همین زمینه. با سپاس فراوان از اینکه دعوت ما رو قبول کردید به برنامه. میدونم که به هر حال وقتتون هم بسیار کم هست، انسان بسیار فعالی هستید و نظراتتون رو با بینندگان ما سهیم شدید. مرسی از دعوتتون.